سلام و درود. چطور رفقا؟ خیلی خوش اومدید به ویدیوی غیر فان. ویدیو قرار نیست مسخره بازی در بیاریم، یکم قرار جدی صحبت کنیم. اگه حوصله‌تون نمیکشه آخر ویدیو نبینید، ولی مهمه، پیشنهاد می‌کنم تا آخر ویدیو ببینید. من چند روز شاهد اتفاقات تلخی بودیم هممون، من نفر هممون ایران، و لازم دونستم بیام یه چیزایی رو توضیح بدم و چیزی بگم بهتون، از این حالت چیز گنگیونه درتون بیارم یکم، هرچند که خودم شاید گنگتر از شما باشم الان، شاید گیجتر باشم. خب این چند روز برای خودم خیلی بد بود. مثلا تو این دیگه حالا از این اینستاگرام هم خوردی، تو بازش میکنی یه خبر بدبختی جدید اومده. از مثلا چند وقت پیش قطعی آب و این قطعی آب و برق بگیر تا الان مثلا بی آبی خوزستان، نمیدونم اون یکی طرح اینترنت و اختشاش، نمیدونم همه چی هست دیگه. بعد حالا کاری با این خبرای بد ندارم که دیگه سعی میکنم زیاد دنبالشون نکنم، چون دیگه به قول چی سر شدیم. دقت کردین دیگه تأثیری نداره اخبارمون، هرچند که نمیشه به این راحتی چشم پوشی کرد. مرگ هموطنا رو دید، مثلا بی اینترنتی خودمون رو ببینیم یا این چیزا رو ببینیم، ولی فعلا مجبوریم چشممون رو ببندیم روی سری چیزا. حالا چرا اینو بهتون میگم؟ چون من دیدم آقا خیلی اومدن، مثلا همین دیشب آریا ویدیو گذاشت راجع به همین چیزا صحبت کرد. بعد میدونی چی برام جالب بود، یعنی چی برام ترسناک بود؟ که زیر ویدیوش خیلی از کامنت خداحافظی بود. مثلا یعنی داشتم میگفتن که مثلا آریا تو اگه بری مثلا اینترنت نباشه ما خیلی ناراحت میشیم و اینا. یعنی چی این؟ خب اون بنده خدا اومده، حالا من آریا رو مثال میذارم چون معروفتر، همتون حتما میشناسیدش، آریا کیکسر همتون حتما میشناسید. اون اومده یه ویدیو بذاره یکم درد و دل بکنه، بعد میرید زیر کامنتاش خدافظی میکنید باش. این بدتر باشه انگیزه اون یوتیوبر رو میبره. حالا من این دو سه روز خیلی کم کامنتامو خوندم، نمیدونم چه خبره. از امشب میخوام دوباره بشم کامنتامو بخونم، چون این دو سه روز واقعا حوصله‌ام نکشید بخونم، انقدر فشار روم بود. ولی این چه کاریه میکنی؟ چه انقدر زود ناامید میشید و زود ول میکنید چیزی رو؟ اصلا یعنی چی خدافظی میکنید با بقیه؟ من واقعا خندم گرفت. از یه طرفی ترسیدم که مردم انقدر زود ول میکنن موضوع رو، و از یه طرفی هم خندم گرفت که دارن خدافظی میکنن. اون این ویدیو رو نذاشتی که شما برید زیرش کامنت خدافظی بذارید، اون اینو گذاشتی که شما برید کامنت انگیزه بخش بذارید، برید زیرش بنویسید نه هیچی نمیشه، همینجا میمونی مثلا در رابطه با اینترنت. منم همینو بگم، آقا تو الان واسه هر مشکلی راه حل خوب پیدا کردی، مثلا تو این طرح هم حتما یه راه حل خوب پیدا میشه. راه حل خوب این نیست که مثلا پاشیم بریم از یوتیوب آپارات، نه، راه حل خوب یعنی که تو یوتیوب بمونیم به بهترین شکل ممکن و میمونیم، بعد چاره نگران نباشید. من 9 ماه 10 ماه در کنارتون بودم، سعی کردم بخندونمتون، شما هم حمایتم کردید، همینجوری سعی کردم ویدیو خوب براتون درست کنم. تو این مدتم حالا پیشرفت کردم، هم از نظر مثلا ادیت شاید، هم از نظر تجهیزات شاید، نمیدونم اینو شما باید نظر بدید، ولی دیگه به این کارم عادت کردم و نمیتونم به این راحتی ولش کنم. من 9 ماه 10 ماه ادیتورم هم خودم بودم، زندگی میبوده که صبح بلند شم ایده پیدا کنم، دیگه بعد از ظهر ضبطش کنم، عصر ادیتش کنم، شب آپلودش کنم، نصف شب کامنتاشو بخونم. این شده کل زندگی من. پس من حالا 9 ماه 10 ماه دارم این کارو میکنم، به این راحتی ازش دل نمیکردم و به این راحتی نمیذارم اتفاق براش بیفته. اونی که بیرون 4 5 ساله داره جر میخوره تو این راه که اصلا نمیذاره براش اتفاق بیفته. این از این. خب پس نرید به جای کامنت خدافظی برید کامنت انگیزه بخش بذارید. راجع به طرح اینترنت هم بگم، طرح سیانت یا به اصطلاح سیانت که ما بهش میگیم طرح خیانت، تصویب شده، تو حالت آزمایشی الان، نمیدونیم اجراش چقدر طول میکشه، با چه مقاومتی روبرو میشه و به کجاها آسیب میزنه، با یوتیوب کاری داره یا نه، با اینستا کاری داره یا نه. در کل نمیدونیم با چیا کار داره دقیق، چون خودشون هم دقیق مشخص نکردن. حتی دو نفر از تدوینگرای طرحو وقتی میاری، یکیش میپرسی اینستا هست یا نه، میگه اینستا فیلتر میشه، یکیش میگه نه مسدود میشه، یکیش میگه نه پاک میشه، یکیش میگه اصلا هست سر جاش. اصلا عجیب غریب، و واسه همینه که جای امید هست. چرا جای امید هست؟ چون پر ابهام، چیزی هم که پر ابهامه یعنی قابل اعمال سلیقه است. شرم در آخر همش لغو شد و به زندگی خوش خرممون برگشتیم. ما که دیگه جز اینترنت بچه‌ها جوانای ایرانی سرگرمی دیگه نداریم، همین بود دیگه برامون. خیلی هم که این راه دارن پول در میارن، خیلی کسب و کار اینترنتی، خود یوتیوبرها، هممون خیلی سرگرم میشن، مثل شما که الان داری این ویدیو رو میبینی، یکی کارشه مثل من، یکی هزار، هممون یه جوری زندگیمون گره خورده به این اینترنت. پس چیزی نمیشه، انقدر نگران نباشید. و چقدرم تو کارشون موفق بودن و چقدر زود خوزستان اینا فراموش شد، دقت کردین استوریای هممون از خوزستان بود، الان یه هفته شده از اینترنت. بله دقیقاً چیزی که اونا میخواستن. حالا دیگه نمیخوام بحث سیاسی کنیم، من خودم داخل ایران زندگی میکنم. خیلی تو میپرسید کجای داره، من داخل تهرانم، ایرانم، و منم این بدبختی رو دارم میکشم با شما. در کل خارج ایرانم باشید فرق نمیکنه، در مثلا اگه یوتیوبر باشید و خارج ایرانم باشید با تصویب این طرح، چون مخاطباتون ایرانیه، بازم کارتون از دست میدید و
ولی این اتفاق نمیفته، نگران نباشید و در واقع برید الان کامنت انگیزه بخش امید بخش بذارید دیگه. چسناله بسته از فردا دوباره روال عادی کانال میبینیم با ویدیوهای پر انرژی تر ماینکرافت و بقیه چیزا. قرار بتره کنیم ماه بعدی رم، ماه آگوست. آگوست مثلا من خیلی با کلاس هم میگید با تاریخ های میلادی کار میکنم. آره دیگه چی بگم دیگه، به جای ناراحتی و اینا بخندیم و سعی هم کنیم بخندونیمتون دیگه. فوقش نمیریم آپارات اونجا قشنگ ویدیو میذاره دور هم، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوش میگذره اونجا، اتفاقا سابام بیشتره. ولی نه بچه اتفاق نیفته، علیک نگران نباشید. حالا نظرتون رو بنویسید راجع به همه چی، راجع به اوضاع کشور و مخصوصا اینترنته، چون مثل اینکه الان مهمترینش اینه، چون همه درگیرشن. مثلا خوزستان و بیشتر مردم خوزستان درگیرشن، مثلا برق و تهران در... مثلا دارم میگم، ولی اینترنت یه چیزیه که هممون درگیرشیم به همه شکل، مثلا که درآمدش یکی سرگرمیشه فرق نمیکنه. اینو بنویسید حتما. این استام باز استوری میذارم، کوئسچن باکس میذارم، اونجا هم بنویسید و سوالی هم بپرسم تو این استاس برید فالو بکنید، لینکش تو دیسکریپشن هست. یه ویدیو کیو ان ای هم فکر کنم بذارم، شاید هم بذارم یک سالگی کانال بذارم، نمیدونم، ولی نزدیکه. پس واسه اینکه اونم شرکت کنید باز برید این استا رو فالو بکنید. بازم نمیدونم اگه چیزی تو این ویدیو بزنم نرسید، امیدوارم که همه چی گفته باشم، ولی اگه چیز دیگه باشه تو این استا استوری میذارم. زیادم آقا انصافا تو این استا نگردید، خیلی بده، همش اخبار بعد تا وا میکنین، این فیلتر شد، اون رفع فیلتر شد، این مسدود شد، این طرح اومد، اون آب قطع شد، برق قطع شد، نمیدونم. اگرم شما از آیندگان هستید و دارید این ویدیو رو میبینید، اینترنت ایرانیا قطع شده، بیاید ما رو نجات برید از داخل کشور، بیاید ما موندیم تو ایران، بیاید ببرید ما رو. اینم از این دیگه. آره انشالله که درست میشه. نگران نباشید، برید کامنت بعد زیر پست کسی گذاشتید، برید کامنتاتون پاک کنید، ادیت کنید، به کامنت انگیزه بخش تبدیلش بکنید. زیر ویدیو من به خدا چرت و پرت بنویسید، کانال بنتون میکنم. خوب کامنت خوب بذارید. مراقبتون باشید تا ویدیو فردا شب. برید ویدیو قبلی رو اگه دوستش ببینید که الان رو صفحه احتمالاً میاد و ساره نباشید و اخبار چرت و پرت هم گوش ندید. هرچه که من میدم شما ندید. تا ویدیو بعد مراقب خودتون باشید فعلا تا بعد. خدافظ.